به نظر شما یه فرانچایز برای معروف شدن به چیا نیاز داره؟ کامیک خوب، انیمیشن خوب یا فیلم خوب؟ خب معدود فرانچایز هایی هستن که همه این خصوصیت ها رو با همدیگه داشته باشن، مثل آلوین و سنجاب ها. بیا قبول کنیم همه ما یه زمان عاشق این گروه کوچیک بودیم، اما یهو چی شد؟ الان بیشتر از 9 سال از اکران آخرین فیلم این مجموعه گذشته و گویا این سری به فراموشی سپرده شده. اما چرا؟ من ادمینم، اینجا آول انیمیشنه و امروز بررسی میکنیم که چه بلایی سر آلوین و سنجاب ها اومد. شاید تصور کنین آلوین و سنجاب ها ریشه 15 یا 20 ساله داشته باشن، اما نه، این داستانی که 63 سال عمر داره. اولین حضور سنجاب ها برمیگرده به سری کامیک های دل در سال 1959. طول این نکشید که هرب پلین از انیماتورهای سرشناس اون موقع قرارداد ساخت یک انیمیشن از روی این کامیک رو با خالقین این داستان امضا کرد. سال 1961 یه سریال به اسم آلوین شو از روش ساخته شد و بعد از یک سال و 26 قسمت سال 1962 پخشش تموم شد. در از دیگه بیش از 2 دهه خبری از سنجاب ها تو تلویزیون نبود. یعنی در سال 1983 شبکه NBC امتیاز آلوین و سنجاب ها رو خرید و تصمیم به ساخت یه سری جدید از سنجاب ها گرفت و اسم این داستان رو که تو اون زمان فقط آلوین نام داشت به آلوین و سنجاب ها تغییر داد. نسخه دهه 80 مورد توجه مخاطب قرار گرفت و حتی یه انیمیشن سینمایی هم سال 1987 از روش ساخته شد که اون هم مورد توجه مردم قرار گرفت. سرانجام در سال 1990 پس از پخش بیش از 100 قسمت و 8 فصل انیمیشن سریالی آلوین و سنجاب ها به کار خودش در NBC پایان داد و دوباره به یک خواب زمستونی رفت. ساختن لایو اکشن از روی سنجاب ها چیزی بود که از سال 1997 تو فکر سازنده های این داستان بود، اما به خاطر محدودیت های تکنولوژی در اون زمان ساخت چنین اثری تقریبا غیر ممکن و یا خیلی سخت بود. سال 2004 بعد از موفقیت فیلم گارفیلد گیشه، فاکس به دنبال یه انیمیشن دیگه به سبک لایو اکشن که به سنجاب ها رسید و همون سال قرارداد ساخت یک فیلم رو با NBC امضا کرد. در نهایت در سال 2007 اولین فیلم لایو اکشنی آلوین و سنجاب ها اکران میشه و خب مورد عنایت منتقدین قرار میگیره. You guys, he's dead. Good. Chipmunks can't talk. Oh yeah? Check this out. منتقدها بازی و بازیگرها و داستان رو ضعیف میدونستن، اما CGI و انیمیشن رو خوب. با وجود نقدهای منفی انیمیشن با استقبال خوب مخاطبا همراه بود و با بودجه 60 میلیونی موفق شد 360 میلیون بفروشه. با این موفقیت تجاری فاکس به سرعت به دنبال ساخت قسمت دوم رفت. نمرات قسمت دوم از قسمت اول هم بدتر، اما با بودجه 70 میلیون بیش از 440 میلیون فروخ. شاید این فرانچایز از منظر هنری دستاوردی برای فاکس نداشت، اما چون میفروخت، خوبم میفروخت، فاکس بعدش نمیومد این سری رو ادامه بده، حتی اگه به معنی ساخت آشغال باشه. قسمت سوم که از منظر نمره همچنان فاجعه بود، اما گیشه برعکس قسمت قبل فروش فیلم خیلی هم خوب نبود. درسته با بودجه 80 میلیونی 340 میلیون فروخت، اما از وجه فروشش حتی از قسمت اول هم کمتر بود، فاکس کم کم داشت نگران این فرانچایز میشد. قسمت 4 نمرات بهتری نسبت به قسمت قبل بلنش، اما از منظر گیشه بیشتر این بودجه در بین تمامی قسمت ها داشت، اما از نظر فروش نه. با 90 میلیون بودجه فقط 240 میلیون فروخت. درست فاکس در این ماجرا ضرری نکرد، اما مدیران فاکس میدونستن با ادامه دادن این سری به نقطه ضرر هم خواهند رسید و تصمیم گرفتن دیگه این سری رو ادامه نده. آلوین و سنجاب ها اما این چند سال با سری جدیدشون تو تلویزیون فعال بودن،
اما از سال 2021 تیم مشکلات مالی کرونا باعثش بود شبکه NBC تصمیم به فروش آروین و سنجاب ها گرفت. اما با وجود اینکه 2 سال از این ماجرا گذشته، هنوز هیچ کس حاضر به خرید آروین و سنجاب ها نشده. سرنوشت آروین و سنجاب ها به اون دچار شدن خیلی خوب نبوده و بعید هم هست به همین زودی ها خوب بشه. و فعلا باید امیدوار بود که پایان این داستان خوش باشه. ممنون که با من همراه بودید. لایک، ساب و زنگوله فراموش نشه. اگه نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید حتما به اشتراک بذارید. اگه دونیت هم خواستین بکنید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و بدرود.